دوستان عزیزم، درود بر شما. گفتگوی امروز ما اختصاص داره با آقای سپهرداد گرگین، از مبارزین راه آزادی، عدالت اجتماعی که سابقه طولانی در این هم دارن، و همچنین آقای گرگین در حقیقت طبع شعر بسیار بسیار لطیفی دارن و من میخواستم که این رم نکترم گفته باشم. آقای گرگین، درود بر شما. درود بر شما جناب بدیع نازنین، درود بر دوستانی که دستن در کار ضبط این برنامه هستند و درود بر مردمی که در هر جای جهان هستند، ما رو میبینند، میشنوند. بله بله، سپاسگزارم. اتفاقا صحبت ما، این گفتگوها دقیقا اختصاص به این داره که مردم بدانند، ما مردم هم دیگر رو بدونیم که چه انسانهایی مبارزه کردند و چگونه شد که عده دیگری که نه مبارزه کردند نه اصلا کوچکترین گذشتی از زندگی روزانه انجام دادن به قدرت رسیدن. برای اینکه گذشته را اگر نگاه بکنیم، به این دلیل گذشته چراغ راه آینده است. بنابراین به عنوان یک مبارز با سابقه میخواستم از شما چند تا سوال مطرح کنم. فقط خواهشم اینه که شما برنامه رو با یک شعری از خودتون آغاز کنید. بفرمایید. به روی چشم من یک چکامه رو تقدیم میکنم به شما. بازا که پربارم کنی، از فضل سیرابم کنی. بازا که پربارم کنی، از فضل سیرابم کنی. در آسمان جهل این ملت چو مهتابم کنی. با منطقت شورم دهی، با هستیت نورم دهی. از عمق این ذلت مرا تا اوج پرتابم کنی. با یک نظر مستم کنی، از هستیت هستم کنی. در راه عشقی این چنین هوشیار و بیتابم کنی. یک سر مرا پندم دهی، با اوج پیوندم دهی. خواهم که تا روز عدم چون عشق کمیابم کنی. در عشق تو مجنون منم، دلخسته و دلخون منم. با عطر افکارت مرا بیدار از این خوابم کنی. ای درد بر جا مانده از دوران اعصار و قرون، ای درد بر جا مانده از دوران اعصار و قرون. کم گریه کن در بسترم، ترسم که سیلابم کنی. ما ایم و مشتی خسته دل وامانده گریان و خجل. هاشا که گر ترکم کنی، در قعر مردابم کنی. بنگر سپهرت دم به دم نجوا کند در هر قدم. بنگر سپهرت دم به دم نجوا کند در هر قدم. کی رفت بازا چون طلا، در کورت آبم کنی. بازا که پربارم کنی، از فضل سیرابم کنی. تقدیم به تمام درکشانی که در جامعه ما این مشعل رو به سختی به دوش خودشون گرفتند و این مشعل رو من مشعل آزادی، مشعل برابری، مشعل اشتیاق به آزادی و برابری، چون واقعا پدران ما سعی بسیار کردن، ما در انقلاب 57 سعی بسیار کردیم و امیدوارم آیندگان سعی بسیار کنند که بالاخره این نهال رو بکارند و ببینند که چقدر شیرین و زیباست. جناب بدیع نازنین، ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. همه ما در خدمت مردم و انسانیت و آرمانهای والای انسانی هستیم که اگر این نبود،
بشر در اینجا نبود. بشر همچنان بالای درخت ها بود و شاید به این نقطه عروج انسانی نمی رسید. و بیشک پیشروان جامعه، روشنفکران جامعه، فعالین تاریخساز کسانی بودند که همواره وجدان بیدار مردم کشورشون بودند و از همه آثار و قرون کوشش کردند که نظام انسانی رو برقرار کنند و دنیا رو دنیای بهتری برای انسان بسازند. و شما یکی از این کوشندگان هستید آقای گرگین، بدون این که بخواهیم مجامله کرده باشیم. آقای گرگین عزیزم، من میخواستم از شما سوال کنم که با توجه به وضعیتی که گفته میشه دیگه همه جا مشخصه، یعنی جامعه ما داره یک بحران تاریخی را سر میگذرونه، شما اگر بخواید فقط کوتاه بگید که عامل این در این 100 سال اخیر چی بوده، چی میفرمایید؟ بفرمایید جناب بدیع نازنین. من به طور خلاصه اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، دو عامل در طول تاریخ بوده که اینا عوامل بودند و بعد از اینکه ما به توافق برسیم برای اینکه ببینیم این حالا عوامل بیشتری هم هست یا کمتر هست، تازه ما تعریف و باز تعریف کردیم. موضوع یادمون نره که بعدش میخوایم به این بپردازیم که چه باید بکنیم که بهش برسیم، یعنی درس گرفته باشیم از این عواملی که میخوام خدمتتون عرض بکنم. یکی از این عوامل این بوده که هر شخصی در طول تاریخ ما اومده و آرام آرام ثروت رو به یک نوعی در دست خودش متمرکز ساخته، کنترل ثروت رو، حالا اگر که در زمان فئودالی بگیم مثلا زمین بوده که اگر جزء ثروت حسابش بکنیم دهقانان بودن، در دوره سرمایه‌داری هم همین الانی که ما داریم زندگی میکنیم کسانی که ثروت در دستشون جمع شده هم. و دیگری کسانی که قدرت نظامی، حالا اگر ثروت هم نداشتن ولی دیگه قدرتی بودن در مسائل نظامی، سیاسی، اجتماعی، یعنی دارای وزنه بودند، یعنی میتونستن چیزی رو تغییر بدن. ببینید ما به تنهایی، هر کدام از ما انسانها آدمهای تنهایی هستیم جناب بدیع نازنین، ولی هنرمون اونجا شروع میشه که ما شروع کنیم به جمع شدن و وقتی که درست جمع بشیم این امپراتوری، اولین امپراتوری جهان رو که متاسفانه چپ ما هنوز نمیشناسه، نمیفهمه چرا ما امپراتوری تشکیل دادیم، علل تشکیل امپراتوری چه بوده، فقط میاد میگه این شاه اون کشته، اون شاه اون کشته، درسته. بعد وقتی که ما همه تجربه کردیم که چرا پادشاهان برادرکش شدن، پدرکش شدن، پدر پسرکش شد، کور کرد، از جنازه ها نمیدونم مناره ساخت، از چشم ها عرضم به حضورت هزاران چیز به وجود آورد، این تبدیل شد به یک حیوان وحشی. ما انسان ها، من در یکی از برنامه ها این رو صحبت میکردم راجع بهش و این که ما انسان ها چه خصوصیت های مشترکی داریم جناب بدیع نازنین، که این درسی است برای آیندگان ما که اگر ما اجازه بدیم هر کسی، هر گروهی، هر دسته‌ای بیاد، الان ما می‌بینیم در ایران نه تنها یک نفر هست بلکه اون یک نفر گروه‌های خود اجرایی خودش رو داره که هر کدوم وزیر و معاون وزیر و معاون وزیر و معاون اول و معاون دوم، اینا همه معذرت می‌خوام کسانی هستن که خیلی راحت من بهتون بگم چیز حدود 2300 هزار نفر کل ایران 85 میلیونی رو گرفته و ما متأسفانه متفرقیم. ما دنبال این هستیم که خب حالا اگر من برسم مثلا شدم به پادشاه چه چیزایی برای خودم درست میکنم، متوجه؟ روشن فکر ما هم نمیاد اینو ازش سوال بکنه خب آقای پادشاه شما اگه خواستید پادشاه بشید، مثل درست رؤسای جمهور آمریکا که میان وقتی که دورشون تموم میشه میرن درس میدن در دانشگاه، مثل همه انسان ها مالیات میدن، مثل همه انسان ها زندگی میکنن، حق نظر دارن، اصلا بعضیشون دوست ندارند که در جمع حاضر بشن، متوجه؟ ما متاسفانه کسی هم که داریم به اسم آقای رضا پهلوی که میتونه مؤثر باشه، یک نسبتاً وزنه‌ای باشه
رؤیاها برای خودش داره. روشن فکر ما هم اصلا نمیاد، چپ ما هم نمیاد که بگه خب من شما رو به رسمیت میشناسم، یه درصدی از مردم من به شما اعتقاد دارم و به تنهایی نمیتونید کاری رو از پیش ببرید. آقای مسعود رجبی شما به تنهایی، خانم مریم رجبی شما به تنهایی نمیتونید کاری از پیش ببرید، ولی یه نسبتا وزنه‌ای هستید. چرا نتونیم ما انسانی فکر کنیم؟ یعنی من فکر میکنم هنوز این دو جریان به انسان بودن نرسیدن که بتونن وجود انسانی همدیگر رو قبول بکنن. انسان با دشمن سرش هم میشینه پشت یک میز. شما که دیگه پدر کشتگی که نداشتید، معذرت میخوام آقای بدیع نازنین، من خیلی خلص و معذرت میخوام به زبان مادری خودم دارم صحبت میکنم، لوری دارم باهاتون حرف میزنم. راحت باشین، راحت باشین آقای گرگ. این سوالی مطرح میکنه در سطح جامعه که ما معلمین به نوعی گرفتار هستیم، پرستارا به نوعی گرفتار، یعنی هر گوشه ای از ملت 98% از شغل‌هایی که در ایران هستش، مردمی که هستند، از من بخوام طبقاتی برخورد بکنم، بخوام صحبت بکنم خیلی پولمیک میشه صحبت ما، یک بحث سیاسی پیش میاد و اینها. میخوام عامیانه صحبت کنم با شما، با دوستان، با مخاطبین شما، با آیندگانی که این برنامه ها رو میبینن. مشکل ما مشکل این هستش که نمیتونیم درک بکنیم بالاخره هر انسانی که بیاد در رأس قدرت قرار بگیره، اول ببینیم این قدرت رو ما بتونیم ماها آدمایی که هستیم تو سطح جامعه پخش بکنیم که قدرت باید در دست همه ما باشه. شمایی که داری گوش میدی، آقای ایکس، آقای ایگرگ، شمایی که برنامه ساز تلویزیون هستی، شما که نمیدونم کار در کارخونه میکنی، شما راننده تاکسی، آقای دکتر، خانم پرستار، ما باید اول قبول بکنیم که ما قدرت داریم، ولی به تنهایی نه، با هم دیگه داریم. باید پس یک پالیسی به وجود بیاریم، یک قانونی، حالا اخلاقی میخواد باشه چقدر خوب بتونیم به اخلاقیش بکنیم که اصلا خود به خود احتیاج نداشته باشیم بنویسیمش، که اگر شما به قدرت رسیدی نه من میکشی، نه آقای بدیعی میکشی، نه کسی دیگری رو میکشی، نه زندانی میکنی، متوجهی؟ نه یک زندگی انسانی رو برای همه ما به وجود میاری. از یه حد اقلی، بالاخره حد اقل انسانی ما باید برخوردار بشیم یا نشیم. شما حد اقل آقای رضا پهلوی اینقدر شجاعت داشته باش که بگو خانم مریم رجبی، من اگر به قدرت رسیدم شخص شما رو سعی میکنم که حد اقل زندگی انسانی داشته باشی. آقای گفتن این مسئله چقدر سخته آقای بدی؟ ولی یه نکته ای رو میخواستم من اینجا متذکر بشم که دنبال صحبتمون اینجوری بره. من سوالم این هست، شما عامل اصلی وضعیت موجود رو صرفاً این میدونید که آدمای بی اخلاق قدرت رو در دست دارن و باید سعی کنیم که صاحبان اخلاق قدرت در دست بگیرن، یا نه به نوعی ساختار علمی از دید جامعه شناسی به نوعی تقسیم قدرت در بین انسان‌هایی که این قدرت رو وسیله سوء استفاده قرار نمیدن، بلکه در حقیقت قانون بر اونا نظارت داره، نه اونا فراقانونی باشن. چون شما به نظرم البته شاید میخواید به این نتیجه برسید، ولی بهتره که از همین جا آغاز کنیم که شما به جمهوریت معتقدید؟ جمهوریت واقعی رو عرض میکنم من میبخشید، البته به قول قدیمی ها رود درازی کردم و مبحث رو یه خورده گفتگو دادم، اما درست میفرمایید. عاملی که خدمتتون عرض میکردم یکی که ما باید سعی کنیم اینا عواملش بودن که چه باعث شده که بدبختی های ما تا امروز ادامه داشته باشه. یکی از عواملش این بوده که سرمایه در دست مردم، در دست یک تعدادی جمع شده یا یک نفر جمع شده، و یا کنترل اون سرمایه در دست اون یه نفر بوده، مثل پادشاه ما که کنترل سرمایه واقعا باید قراردادهای نفتی حتما ایشون امضا میکرد، متوجه؟ یا قدرت سیاسی رو هم مثلا میاد قبضه میکنه، میشه یک دیکتاتور، مثل همین آقای خامنه ای که الان هست. اگر چون نمیخوام وارد بحث، البته بحث درستی است، بحث طبقاتی و سرمایه و سرمایه داری، ولی الان ما در کشور خودمون نمیخوام وارد اون بحث بشم، ما با یک حکومتی سر کار داریم که نماینده سرمایه‌داری نیست، چون ایران
یک کشور سرمایه‌داری نیست. کشورهای سرمایه‌داری کشورهای تولید کننده، کشوری که اگر اسم نفت و سرمایه نمیشه به حساب آورد، چون سرمایه در یعنی در واقع تکاثف پیدا کرده، جمع شده در کشورهایی که صنعت در اونجا پیشرفت کرده و جامعه در واقع طبقاتی شده، خیلی مشخص عده سرمایه دارن، عده نیرو کار میفروشن. ولی ما با در ایران با نوعی حکومت اگر بشه گفت ما قبل سرمایه داری سر و کار داریم، یعنی یک حکومتی که همینطور که گفتم، نگفتم دولت، حکومتی که همه چیز رو کنترل میکنه، نه تنها ثروت ملی رو، ببینید ثروت ملی با سرمایه ملی فرق میکنه. حرف درستی است اون صحبت ما، ولی بذارید وارد اون قسمت نشیم. الان در حال حاضر قدرت سیاسی در حکومت ایران خلاصه شده. یعنی اگر من به شما بگم، با من همراهی دارید، اگر به شما بگم معضل اساسی جامعه ایران این که ساختار قدرت ساختار استبدادیه، به همین دلیل تمام مشکل از اینجا ناشی میشه. یعنی کاشکی نماینده سرمایه‌دارا بود، این نماینده و کارگزار قاچاقچیان فاسده، اوباشی که در کشور کوچکترین حس انسان دوستی که ندارن، هیچ، نه فکر وطن، فقط فکر غارتن. یه سرمایه‌دار، شما تاریخ سرمایه‌داری میدونید، سرمایه‌دارا در دوران اول سرمایه‌داری جنبه انقلابی داشتن. آیا سرمایه‌داری ایران رو اگر حتی بگیم سرمایه‌داری واقعا جنبه انقلابی داره یا ضد انقلابی؟ بفرمایید جناب بدیع نازنین. شما میفرمایید اینا سرمایه‌دار به اصطلاح لومپن سرمایه‌دارای تجاری هستند اینا. عارضم به حضورتون جناب بدیع، از نظر تکنیکی اگر بخوایم بحث بکنیم یه خورده بس قامز میشه. خب بورژوازی کمپرادور، بورژوازی وابسته الان در سطح جهان همینه دیگه. کشورهای صنعتی به شدت هم سعی میکنن که این به اصطلاح تمام اختراعات و اکتشافات دستشون باشه، سرمایه ها به اصطلاح از اینجاها کنترل داشته باشن، و برای همین سرمایه های پوشالی، سرمایه‌داری پوشالی مثل بورژوازی که هیچ چیزی بر مبنای اصل خودش از پایه شروع نشده. این بحث های خیلی قدیمی بود که در زمان شاه همین رو داشتیم، به نوع دیگرش البته داریم الان، و واقعا اینهایی که شما میفرمایید نامشون غیر از این چیزی دیگری نیست، به اصطلاح لومپن سرمایه‌داری تجاری هستن، همین قاچاقچیانی که شما میفرمایید، همه چیز دست دارن و در همه کار میکنن. اما واقعیت سر اینه که این هست، ما بیایم چیزایی که مردم بهتر از ما حتی میدونن که چه کجیهایی در جامعه ما وجود داره. خب یعنی شما ساختار، من سوالم رو دقیق‌تر مطرح کنم، شما ساختار سیاسی موجود رو، ساختار قدرت رو عامل اصلی وضعیت موجود میدونید یا نه؟ بله 100%. ببینید اکثریت قدرت سیاسی اجتماعی در دست آقای خامنه‌ای و بیت رهبری. فقط سیاسی اجتماعی نیست، نظامی، اقتصادی، تبلیغاتی، فرهنگی، یعنی کنترل تا اتاق خواب مردم هم رفته. بله کاملا درست میگید، کاملا درست میگید شما. و من اون به وقتی گفتم اجتماعی، منظورم آره دیگه با ابعاد مختلف اجتماعی که شما فرمودید و زحمت منو کم کردید و میگید که اتفاقا اینها چطوری. جالبه، خود ایرانی ها بهتر از ما میدونند، ولی از همدیگه آتو گرفتند، برای همدیگه پرونده ساختند، وزارت اطلاعات در خواب اتاق خواب همه شنود گذاشت، متوجهید؟ و متاسفانه کسافت کاری هایی کردند در سپهر سیاسی ایران، که اینم جای خوشبختی است، این هم نشون دهنده اینه که در آینده میفهمند این روحانیت مرتجع عقب مانده فکری ما وقتی که قدرت رو گرفت همه چیز رو به کثافت و لجن کشید. این یک مدال افتخار به سینه روحانیت ما که همین الان وقتی که نگاه میکنیم متاسفانه میبینی که واقعیت هست، از به قول قدیمی ها از در عقب. خب بفرمایید. و اینها جناب بدیع نازنین، من وقتی که
فکر میکنم میبینم هر ثانیه کشور ما قرنها عقب میره. باور بفرمایید، چون در مسائل علمی اینجا هستم، اینجا تحصیل کردم و گرچه از 84 به این طرف که من در این کشورها در غرب زندگی میکنم به قول این آخوندا، متوجه شدم که زندگی مردم ایران فوق‌العاده رو به خرابی است، رو به خراب بوده. سراشی به سقوطیم و نمیدانید راه، من نشان دادم راه و با آه و زاری سوختم. من در یکی از غزلهام دارم این رو. مردم ایران هم واقعا دنبال روزمرگی و این رژیم هم میدونه مردم رو گذاشته دنبال روزمرگی، در این صف و اون صف مشغولشون بکنه. سیاست زمان شاه بود اگر یادتون باشه. خب حالا من یه سوال از شما بکنم، چون میدونم که وقتمون کمه و میخوام که این برنامه حتما بره و قسمت دوم برنامه رو حتما با شما خواهیم بود.